چهارم از مکانیسم ایلات که یه حدود کلا من به 9 بخش تقسیمش کردم، بخش اول مقدمات و مکانیسم ایلات پایه، دوم سیل استاتیک، هیدرو استاتیک، بخش سوم حجم کنترل برمی، بخش چهارم جریان پتانسیل هست. جریان پتانسیل خب من ویدیو راجبش ضبط کردم، 9 قسمت کامل تقریبا میشه گفت اونجوری که باید وقت میشده توضیحات دادم به در مورد این موضوع. خب تو یکم ریاضیش یکم دقت میخواد ولی سوالای به هر حال سختی نداره. این سوال هم سال 97، سال 63 هست. سوال 63 که با هم دیگه حلش بکنیم، یه مروری هم بکنیم درس رو. میگن یک گرداب آزاد، ورتکس، فری ورتکس، جزء چهار حل پایه جریان پتانسیل، یکیش یونیفورم فلو سینک اند سورس، ورت پوینت ورتکس یا فری ورتکس و دابلت. این چهار تا رو من ویدیوشو ضبط کردم و معرفی کردم به شما. این که میگه یک پوینت ورتکس هست، یک گرداب آزاد با چرخش، چرخش سیرکولاسیونه، در مورد سیرکولاسیون هم من مخصوص بیدیزه، یا قدرتش، بعضی وقتا بهش میگن strength of vortex، سیرکولاسیونش هست. در فاصله یک متر از یک دیوار قرار کنه، یه دونه point vortex گذاشته به فاصله یک متر از یک دیوار. سرعت بردار سرعت نقطه بی کداست؟ که من نقطه بی کجاست؟ نقطه ایست فاصله نیم متر از عمودی که استخراج شده به دیوار، نه اینجوری عمود استخراج، فاصله افقی اون دو نقطه نیم متره، سرعت بردار سرعتشون میخواد. خب باز به گزینه ها کنید، دو تا از گزینه ها معلوم اشتباهه و دو تای دیگر رو نمیشه گفت، باید حسابش هست. گزینه 3 و 4 که بردار سرعتش در راستای آیجی هست اشتباه، چون دیوار اصلا طبق تعریف دیوار چیزیست که نفوذناپذیر باشه، البته نگفته دیوار نفوذناپذیر، باید میگفت یک دیوار میتونه ساکشن داشته، ممکنه پورس باشه، دیوار شما متخلخل باشه و دیفیوژن در سرعت بتونه بهش نفوذ بکنه، حالا ساکشن اینجکشن داشته باشیم، ما فرض ما اینه که دیوار شما نفوذ ناپذیر بوده. دیوار نفوذ ناپذیر مؤلفه عمود سرعت بهش صفر، تعریفش اینه. وقتی میگم دیوار یعنی که نقطه بی که یکی از نقاط روی دیوار هست مطمئنا نباید مؤلفه سرعت در راستای جی داشته باشه. هیچ، حالا شما در مورد شرط عدم لرزش هم من ویدیو ضبط کردم، گفتم در جریان پتانسیل شرط عدم لرزش دیگه من قرار نیست، یعنی سرعت مماس بر دیوار میتونه صفر نباشه، یعنی سیال بلغزه روی سد، لیز بخوره، اسلیپ کاندیشن، اما سرعت عمود بر دیوار هیچ ربطی به اصولا شرط عدم لرزش و اینا نداره و چون دیوار ما نفوذناپذیره که نگفته ولی ما فرض میکنیم هست، پس مؤلفه جی صفر هست. این است فقط یک و دو میمونه. اون یک و دو در قطعه دو با هم فرق دارد. این سوال از دیدگاه دو خیلی دو توش هست، نه اگه خوب با دقت مثلا را حل نکنید در وقتی ممکن بود یه دو کم بیاره دو گزینه ها را اشتباه انتخاب بکنید، ولی کاری که ما میکردیم این هستش که هر وقت میخواییم دیوار را در جریان پتانسیل شبیه سازی کنیم، چون دیوار یک المانیست که عمود برای سرعت صفره، حالا شما میخواید یه سیرکولاسیون در مجاورت یک دیوار رو مدل سازی بکنید، این سیرکولاسیون شما باید قرینش رو دقیقا نسبت به دیوار پایین قرار بدید، این تقارن باعث میشه که سرعت روی صفحه در دو طرف در راستای عمودی متقارن باشه و سرعت عمود بر دیوار صفر بشه. خطی که یا منحنی که سرعت عمود برش صفر باشه در جریان پتانسیل بهش میگن دیوار. حالا من چیکار کنم؟ خب میام حل یه دونه سیرکولاسیون اینجا هست به این شکل، دقیقاً باید یه دونه دیگه عکس قرینش رو عقرینه آینه‌ایش رو بذارم پایین به فاصله دقیقاً یک متر و جهت چرخشش رو هم به این شکل بذارم که این اگه جریانی که الهام می‌کنه این وریه اون یکی هم این وری باشه که همدیگه رو خنثا بکنن و سرعت القاء شده توسط این دوتا روی اون خط وسط صفر بشه در راستای عمود بر دیوار، مؤلفه عمود بر دیوارش صفر بشه. این حد این خط دیواری که اینجا میبینید چون گفتیم عمود منصفه این خطه، یعنی عمودی است که به وسط اینها استخراج شده. بعد با این مسئله جدیدی که اینجا میبینید طبیعتا ما یک این خطچینی که وسط میبینید دیوار خواهد شد، اون دوی که اونجا میبینید یکش هم همینه، ما دو تا الان اینجا پوینت ورتکس داریم نه یه دونه. خب سرعتی که این پوینت ورتکس به این نقطه الها میکنه عمود، چون گرداب است دیگه، عمود بر خطی است که این دو تا رو به هم وصل میکنه که من وصل کردم، این الان دقت کنید عمود بر این خطی است که اون دو نقطه رو به هم وصل کرد. سرعتی که این پوینت ورتکس در نقطه بی الها میکنه عمود بر خطی است که این دو تا نقطه رو به هم وصل میکنه که این هست.
ما دو تا الان اینجا سرعت داریم که همونجوری که می‌بینید مؤلفه عمود این دو تا سرعت هم دیگه رو خنثا می‌کنن به خاطر اینکه حالا کسی ما جوری تر مثلا بولد می‌جوره که اینجوری بشه که دیوار بشه. مؤلفه افقی این دو تا باید با هم جمع بشن. پس سرعت نقطه B میشه دو برابره. پس یه دو من اینجا الان دارم. دو برابره مؤلفه افقی سرعتی که اون پوینت ورتکس به اینجا الان می‌کنه. مثلا این منطقه مثلا اینجا بعد دیگه ریاضی خواهد بود. خب اولا من برای اینکه بتونم سینوس کوسینوس حساب بکنم باید این طول رو داشته باشم. فاصله بین این دو نقطه بتوانه دو. خب این مثلث قائم‌الزاویه زاویه است، پایینش نیمه، ضلع مقابلش یک. فیثاگورس یک بتوان دو، نیم بتوان یک و 25 صدم. ما به خود آر نیاز نداریم، ما به آر دو نیاز داریم در مسئله. من شما 1 و 25 صدم رو نگه داریم، نمیخواد جذب ازش بگیریم. سینوس تتا، تتا زاویه خط، همین خطی است که الان پیشش رو حساب کردیم با افق، خطی که این دو تا نقطه رو به هم وصل می‌کنه با افق تتاس میشه ضلع مقابل و مجاور. مقابلش یکی، مجاورش آره. آره همین آره است که من گفتم خدا رو نیاز نداریم. فعلا جاگذاری نه. سعی کنید تا جایی که ممکنه مسائل رو پارامتریک حل کنید، آخرین مرحله جاگذاری کنید. دیگه سرعتی هم که یک پوینت ورتکس القا می‌کنه، من به دست آوردم تو همون ویدیو تو کتاب اینم هست، میشه گاما آروم 1 بر 2 پی سیرکولاسیون تقسیم بر آر، یک بر دو پی به صورت معکوس آر کاهش پیدا می‌کنه تا در نهایت صفر میشه. نقطه خود محل قرارگیری پوینت فورتکس هم سینگولاریتی پوینت و ایناست که دیگه بمون واسه همونجا ویدیوشو ببینید. خب پس این مقدار سرعت هست دو برابر مقدار سرعت در تصویرش در ماستای همون دیوار رو باید حساب کنیم. من کوسینوس زاویه بین این بردار و این رو میخوام. کوسینوس اون زاویه میشه سینوس این زاویه که اینجا هست متمم میشه. این زاویه اینجا همون تتاست. چرا؟ چون دو زاویه‌ای که از لایش بر هم عمود باشند با هم برابرند. وقتی این تتایی که اینجا هست یه ضلعش این افقیه، این ضلعش عمودیه. یه ضلعش این آره، یه ضلعش هم این بردار است که خب ما خودمون بردار سرعت عمود بر اون آر کشیدیم دیگه. پس این زاویه که اینجا می‌بینید تتاست. پس زاویه این بردار با محور افق میشه متمم اون. حالا من کوسینوس این متمم رو میخوام، میشه سینوس این متمم. دقت کنید اگه اینجا اشتباه کنیم به جای سینوس کوسینوس بذاریم، کوسینوس نیم آروم، سینوس بود یک آروم، دوباره این دو اینجا از دست میدید. این قسمتش خیلی جالب بود که دیگه خیلی میتونه فریبنده باشه. حالا اگه دقت نکنید دو دوباره این دیگه یه بار نکرد، دو تا رو نذارید یک شده بذارید، یه بار اینه که به جای سینوس کوسینوس بذارید دوباره این دوباره خواهد شد. حالا از سینوس تتا میشه یک آرام. پس دو برابر سرعت القا شده توسط هر یک به اون نقطه سینوس تتا. پس دو که هیچی، سرعت القا شده هم که جاگذاری کنید پایین، سینوس تتا هم یک آرامه، یک آرام اگه به این ضرب کنید میشه آر دو. همجوری هم به آر نیاز نداریم، به آر دو نیاز داریم. پس سرعت میشه دو با دو میره پی جت محفر آر دو یک و 25. گاما هم که 6 هست دیگه، 6 اونجا نقطه خواست 1.528 آی در جهت مثبت محور ایکس هم هستی. همونجوری که می‌بینید اینو من اگه تصویرش کنم در راستای مثبت محور خواهد شد. سال 98 سوال 63 یک سوال خیلی آسون هست در مورد بحث فری ورتکس. جریان چرخش آزاد داخل پرانتز به انگلیسی فری ورتکس دارای کدام ویژگی است؟ خب من یک ویدیوی کامل در مورد گردابه زد اصلا هم وای گردابه ها رو گفتم اونجا. یه سری گردابه هستن که غیر چرخشی هستن، یه سری گردابه هستن چرخشی هستن. فکر کنم توضیح فشار رو درشون توضیح دادم، سطح آزادشون رو گفتم. فکر کنم اون ویدیو رو ببینید خیلی کامل تر از سوالی که من اینجا دارم جواب میدم خواستم بدم به شما. ولی سوال 63 هست دیگه. و فری ورتکس ما اصولا خیلی ساده بگم یه فری ورتکس داریم، یه فورسد ورتکس داریم. فری ورتکس همونیه که توی جریان پتانسیل شما میدونید دیگه، دابلت و حل‌های پایه‌ای که داشتیم یکش همین بود. این جریان غیر چرخشی است، کرلش صفر همه جا به جز البته. اینو باید میگفت. متأسفانه در سوال نگفته گزینه 4 که درسته، گفته نه غیر چرخشی است. باید بگید غیر چرخشی است همه جا به جز در محل مرکز گردابه. بلا فرض کنید که درست. سرعت مماسی متناسب با عکس فاصله یک آرام، جریان پتانسیل اگه یادتون بیاد یک آرام بود دیگه، متناسب با معکوس آر از مرکز دوران و سیرکولاسیون هم ثابته که اتفاقا این سیرکولاسیون ها به عنوان قدرت
گرداب معرفی میکردیم. یه دونه دیگه هم ما گردابی اجباری داریم. اون گردابی اجباری تو دوران صلح مطرح میشه. این مثالی که اینجا هم حل کردم، این دوران صلح یه حرکت گردابی ایجاد میکنه دیگه. این ولی یه چرخشی خواهد بود. این کلمینار سرعت صفر نیست و توزیع سرعتش هم آر اومگاست، اما این توزیع سرعتش با معکوس آر متناسب هست. من بیشتر از این دیگه شما رو به ارجاع میدم به همون ویدیویی که در اونجا داشتیم، ولی داستان ما همون داستان یه ظرفی است که تشخیص که شما همه چی می‌ذارید، این میشه فورس وورتکس. و یک بار هم که هم نزنید ولی زیرش یه سوراخ باشه، اون سوراخ رو وا کنید، فری وورتکس به شکل آزادانه خودش ایجاد